آره، خانه ظالمی بود. با این حال من نمیخواستم بکشمش. اون میخواست از نزدیک مردم به امامزاده میدن باج بگیره. منم باش دعوام شده، نمیدونم مشتم کجاش خورد که یهو افتاد و دیگه بلند نشد. فردش که امنیه ها اومدن منو ببرن، مردم قایمم کردن و هیچ کس سراغم نیومد. بعدم فهمیدم داداش بزرگم خودش جای من تحویل امنیه ها داده. اون قتل و گردن گرفته بود. اون الان 5 ساله که زندونه، 3 ساله دیگه هم باید باشه. اون با اینکه یه دزد سر گردنه بود، ولی از مردی رو دست نداره. طاهر کی میاد؟ همین موقع ها. اون هر شب میاد اینجا، نه؟ آره تقریبا. حتما شبم میمونه، مگه نه؟ آره میمونه. اون هر شبو که تا صبح با تو بیدار نمیمونه. میمونه اینجا، خونه اونه، هر کاری دلش بخواد میکنه. درست خونه اونه، ولی تو که جزو اساسی این خونه نیستی. نمیدونم، شایدم هستی. دلت واسه من میسوزه، نه؟ واسه چی بسوزه؟ مگه تو چیزی؟ من چیزی نیست. تو چرا منو تو خونت را میدی؟ مگه نگفته بودی هیچ مردی حق نداره پاشه اینجا بذاره؟ گفته بودم، ولی خب تو با بقیه فرق داری. چه فرقی دارم؟ از چرا لان شدی؟ فرقمو با مردای دیگه بگو. بگو که نمیتونم واسه یه مرد باشم. بگو که نمیتونم اینه طاهرخان یه شب و تا صبح باها تو رخت خواب بگذرونم. بگو که با یه زن واسه هیچ فرقی ندارم. بگو. خیال میکنی علی؟ به خدا خیال میکنی؟ نمیخواد دروغ بگی دیگه، نمیخواد. این ترحم و دلسوزی تو بیشتر من آتیش میزن. مردی مثل من فقط واسه خاک گور خوبه. علی اینجا چی کار میتونه داشته باشه؟ اون فقط میخواست با من حرف بزنه. اون تو روح باباش خندیده؟ اگه حرف زنه بره با عمش بزنه. گذشت اون موقع که تو کثافت وور میخوردی و هرچی درد دل داشت راشه میگرفت میامد پیش تو تا دردش خالی کنه. حالا دیگه اینجا خونه این منه. هیچ کسم غیر من حق نداره پاشه بزنه اینجا. اینا رو خوب تو گوشت فرو کن. مگه کسی از تو خواسته بود منو بیاری اینجا؟ تو منو به زور آوردی تو خونت.
اگرم میبینی من میسوزم و میسازم و دم نمیزنم واسه اینی که اقلان یه مرد تو زندگیمه نصد تو. همین منم همینه میخوام. این دفعه در این خونه رو هیچ غیر من فانه میکنه. هر کسم بخواد پاشه بیشتر از گیلمش دراز بکنه با من طرفه. اونی که تو رو نشونده خودشم بهتر میتونه از پس اینجور آدم ها بر بیا. باز خونه اون هرزه بودی؟ آخه واسه چی؟ تو که پیش مردم این همه عزت داری چرا باید پا تو خونه زنی بذاری که همه باهاش دشمن خونی هن؟ میدونی اگه مردم بفهمن چی میشه؟ دیگه هرچی میخواد بشه. آخه چرا؟ اگه موضوع عزبیه خب بذار برات زن بگیرم. میدونی؟ حاج عبدالله از خدا میخواد دخترشو بده به تو. نه پدر، نه. از چی؟ بعضی موقع ها میزنه به سرم که نکنی خاطرخواه اون هرزه شدی. یه وقتی گونگی نکنی علی، اون زن شومه. یه وقت پابند اون نشی، نظری یه وقت نحسیش تورم بگیره. پدر نحسیش منو گرفته، نحسیش منو گرفته. بریم 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 علیه من خودش را کشت. گل دیگه، یه نور امید و یه آرزوی دیگه ما با دستای اون زن بدکار و هرزه نقش برام شد. علی فقط پاره جگر مشرحیم نبود، اون نور چشم و عصای دست همه علی آباد بود. حالا تو مرگ اون فقط مشرحیم نیست که داغ دیده و عزاداره، این همه مردم علی آبادن که سیاه پوشیدن. علی نوح خون روز عاشورای ما با. هنوز صدای یا حسینشو که با عشق چشم و خون دلش قاطی بود ما تو کوچه های ده میشنویم. هنوز
هنوز صدای بنجازون اون، صدای الله اکبرش تو گوشای هممون زنگ میزنه. ولی دیگه اون بین ما نیست. نیست تا بچه هامونو درس بده و مشکلای خود ما رو حل کنه. اون مرده. اونو از ما گرفتن. قاتلش هم همونیه که آخرش قاتل هممون میشه. اسمت رو میگم، ما خوشبخت بودیم، ولی از 3 سال پیش که اون هرزه پاشو تو این ده گذاشت همه چیز رو به هم ریخت. ولی ما اونو به آتیش میکشیم، کاری میکنیم که عین مرغ پرکنده بال بال بزنه. شاید اینطوری سوز داغی که مرگ علی به دل ما گذاشته به دل اون آتیش بریزه و بدبختی و شرش گریبون این ده رو ول بکنه. گفتم کیه؟ شما با کی کار داری؟ با کی کار داری؟ اگه با طاهر کار داری اون اینجا نیست، اون رفته شهر. ما با خودت کار داریم. آخه علی وصیت کرده که قاتلش زنده رو به کباب کنیم. اگه اومدی زیارت مقبره اونجاست. تو گفتی اونو بسوزونه، درسته؟ گفتم مقبره اونجاست. تو گفتی اونو بکشن، درسته؟ عوار نکش مرد، عوض دهن چشماتو واکن. اینجا امامزاده است. چی میخوای طاهر؟ تو چته؟ میخوام بدونم چرا اون بیچاره رو کشتی؟ ده جواب بده! تو نمیدونی واسه ای چی؟ ولی آخه اون گناهی نداشت. اگه زندگی به دهنه پسر تو مزه میکرد، با اون بیچاره چه مربوطی بود؟ مربوط بود! خیلی چیزا به اون مربوط بود. علی من زندگی رو دوست داشت. اون عاشق زندگی بود. اگه عاشق زندگی بود پس سر خودش رو کشت. همین جواب همین سوال بود که مردم رو واداشت اونو بکشن. اون زن نحس بود. پسر منم به نحسی اون مرد. اینو خود علی به من گفت. من میدونم تو چته مشرحی. خیلی وقت بود تو گوش مردم میخوندی چرک اسمتو بکنن. نمیدونم واسه چی، ولی میدونم هرچی از باعث کشتن اون تو شدی. اینو همه میخواستن. تو این دهکه های اون هرزه نبود. 3 سال پیش که واسه این امامزاده یه زریح میابردن، ناغافل سیل به جاده زد و اون زریح رو با خودش برد. میدونی واسه چی؟ واسه اینکه شب پیشش اسمت باشه تو این ده گذاشته بود. بله طاهر خان،
تو این ده یا جای اون هرزه بود یا جای اون زری. اون شب من خودم تو خواب دیدم که اسمت یه جغد سیاهو تو هوای علی آباد پرداد. آره اون واسه این ده شون بود، واسه همین مردم کشتنش. باشه مشرمی، از قدیم گفتن جواب های هویه. به روح خود اسمت حالا چه شیطون بود چه فرشته، بلایی به سرتون میارم و داغی به دلتون میذارم که به عزای پسرت بگی عروسی. آقا چیز میزی که جا نذاشتین که؟ نه چیزی جا نذاشتم. خب پش با اجازه برو حیبو. شده. چند نفر بودن خونه رو میخواستن، ولی باباتون میگفت که چشش بر نمیداره کسی جای پسرش بسینه. تازه هاشم خان، کار شما که با خونه نشینی جور در نمیاده. مگه کار من چیه؟ با اینو همه میدونن، وقتی شما نبودین اینجا خیلی حرف شما میشد.
اینو دیگه همه میدونن که شما تو اسب سواری و تیر اندازی رو دست نداری. من خیلی دلم میخواست جای شما. من سر شما با بابام خیلی حرفم. واسه چی؟ آخه اون یه چیزایی میگفت که من خوشم نمیاد. چی میگفت؟ اون میگفت هیچی نمیگفت. نه ترس حرفتو بزن. گفت کسایی که این کارا رو میکنن تخم حلال نیستن. ولی شما نباید ناراحت بشین هاشم خان. بابام بی خود میگفت. اینا خودم بهش گفتم که این کارا جیگر میخواد و کار هر کسی نیست. بهش گفتم وقتی شما از حبس در بیاین منم پا به پاتون رو گرده حبس میشینم و سر گردنه ها رو میبندم. آره به حرف بابام گوش ندین. شما نباید از حرف اون دلخور بشین. انگار امروز خیلی کار داری. من خودم همه جا رو تمیز میکنم. شما فقط با سیمه نگاه کنی. اون با من. خیلی خوب. چطوری تو پسر؟ شنیدم سر برا شدی و داری واسه خودت کار میکنی. میکردم ولی نذاشتم سر برا بمونم. واسه چی؟ مگه چی شده؟ فکر میکردم همه چیز رو بهت گفتم. آره یه چیزایی شنیدم ولی از تو بعیده طاهر. تو نباید به خاطر یه هرزه که مثل تا اون به جون جوانای مردم افتاده بود زندگی تو به هم بریزی. نمیدونم شاید تو راست میگی. خب حالا که آزاد شدی میخوای چیکار بکنی؟ خودم هم نمیدونم. بابام فعلا واسم یه کار گرفته. میگه کارش بد نیست. بابای تو هم همیشه مزاحمه. نه به اون نفرین نانهای سابقش نه به کار گرفتن امروزش. خب دیگه پدره. میگه نباده دوباره تفنگ دستم بگیرم و بسات سابق را بندازم. همینم هست. گوشت پوست ما را کرم دوزی بافتم. واسه ما فقط لغمه دیگرون حلاله. غیر این باشه لغممونو میگیرن. این چی دستشون برسه جونمون هم میگیرن. پس تو راستاسی کار مدار ول کرد. اما نواستی این که تو جمع بگیری. من میخوام دوباره برای بچه های سابقو جمع کنم و این قدیم یه دسته را بندازم. اگه اونا بدونن تو هم هستی راحت تر قبول میکنن. بریم خب با
باشم جون، من دیگه میرم، خیلی کارا هست که واسه انجام بدم. چطور هاشم، اگر دلخوری؟ نه چیزی نیست، فقط واسه حرف مردم دلخورم، واسه بابام خیلی سخته. اجون کندن تو مردم سختتر نیست، درسانی بابا تو مردم به کارای ما عادت دارن. من صبح یه سری به مردم میزنم، اگه بخوام اونجا میتونیم هم دیگر رو ببینیم. خب بایزد، خدا آفره. قربونتو. نمیشناسی؟ نه نمیشناسم، اگه میشناختم که نمیپرسیدم. دختر خانم، خانه ده بالا. ده بالا و انبار خونه من چه مربوطه؟ اونجا چی کار میکردی؟ من اونجا قایم شده بودم. آخه من از خونه بابام فرار کردم. فرار کردی؟ آخه مجبور بودم، اون میخواست منو به زور شوهر بده. اون یه دفعه دیگه این کارو کرده بود، دوباره میخواست منو بده به یه پیر مردی که یه پاش لبه گور بود. واسه همینم من فرار کردم. پس بی خودی نیا قضا دست نمیکشی. شوخی کردم با قضا تو. نه سیر شدم دیگه، میلم نمی کشه. شما اینجا تنها زندگی؟ زندگی که چی بگم؟ منی آره تنها. خب خاله میخواد چیکار کنی؟ خودم هم نمیدونم. شما جایی رو سراغ نداری که من بتونم یه چند روزی اونجا بمونم؟ خب جا که یه طوری پیدا میشه. منی میدونی اگه بابا تو رو پیدا کنه، هم تو هم صاحب جا فاتحتون خونده است. خب آره میدونم، این کار از دست هر کسی بر نمیاد. منم دنبال همون کسی میگردم. خودت این کارو نمی کنی؟ ولی من آخه اینجا تنها. اگه شما به خودت اطمینان داشته باشی، منم بهتون اطمینان میکنم. فقط به اندازه چند روز که سر صدا ها بخواب و بتونم از این اطراف دور شم. والا اسم چیه؟ اسمم عاطفه است. عاطفه. اسم منم هاشمه. رخت خواب من اون گوشه است، میتونی اونجا بخوابی. آره تموم شد. جونتو فقط دلم میخواست یه کمی این پا اون پا کنن و یه دینار کمتر بدن تا معدنه با آتیش بکشن. ببینم طاهر، تو خانه ده بالا رو میشناسی؟ آره میشناسم. چیه نقشه ای داری؟ نه با فقط یه چیزی شنیدم، میخواستم ببینم درسته. چی شنیدی؟ والا میگن یکی از دختراشو میخواسته به زور شوهر بده، اونم داغ زفافو به دل دوماده گذاشته و فرار کرده. خیال نمیکردم این چیزا واسه مهم باشه. حالا نیست، فقط پرسیدم. حالا امانم شنیدم فرار کرده.
چی با؟ خیلی خب آبی برین. اما نمیدونستم واسه چی. میگن خیلی هم خوشگله. خوش به حال اونی که رفته پیشش. کیه؟ منم باشه. یه دقیقه صبر کن. سلام. علیکم سلام. کیه یعنی چی؟ یعنی کی داره در میزنه؟ اگه بابات باشه و اومده باشه پیش من مهمونی صداتو بشنسه اون وقت تو چی میگی؟ این دفعه که در زدن نمیپرسی کیه نه در وا میکنی. باشه. خب حالا که دیگه گذشت ببینم تنهایی چی کار میکردی؟ هیچی، داشتم پیرهنتو میدوختم. تو دختر خوبی هستی، از تبار خانه یه همچی دختری بعیده. این تو چیه؟ یکم غذاست. اینا رو برای من گرفتی؟ واسه جفتمون. آخه منم گشنمه. مگه شما با بقیه کارگرا اونجا غذا نمیخوری؟ این کارو کارگرایی که مهمون ندارن میکنن. فکر نمیکنی ممکنه کسی بو ببره؟ میترسی؟ واسه هر دوم. اگه پنجره رو باز نذاری هیچ اتفاقی نمیفته. حوالی کرده. من به شما خیلی مدیونم. پس زودتر غذا رو حاضر کن. مردم ازت نمیپرسن چیزایی که واسه خونه میاری برای کی میخری؟ خب میگم واسه خودم. نمیپرسن کی واسه میپرزه؟ خب میگم خودم. یعنی باورشون میشه؟ انگار اشتهات کم شده. نکنه از کمک کردن به من پشیمون شده.
چیزی. مرحوم حاج آقا احمد خواب نما شده بود که امروز روز تولد امامزاده مونه. خب این مردم هم که بعد از درگاه خدا غیر این امامزاده جایی رو ندادن. روز عذاب و غمشون اینجاست، روز شادی و عیدشون هم اینجا. خلاصه مگه یه همچین روزایی پیش بیاد که بچه ها یادی از پدرشون بکنن و بیان اینجا؟ این چه حرفیه بابا، خودت که میدونی کار من هم زیاده هم دستپاگیره، واسه همین هم نمیتونم زیاد پیشت بیام. میفهمم پسرم، میفهمم. همینقدر که تو عاقل شدی و دست از کارهای سابقه کشیدی واسه من خیلی میارزه. منم که غیر از تو و غیر اینجا نه کسی رو دارم نه جایی رو. ایشالله تو داماد بشی و مقبره امامزادمونم زریحدار بشه. دیگه هیچی از خدا نمیخوام. مطمئنی غیر از این دوتا هیچی دیگه نمیخوام؟ چطور مگه؟ چون انگار خدا کرامت کرده و میخواد یکی از این دوتا رو همین روزا بهت بده. یکی از این دوتا رو؟ آره بابا. چیو؟ عروسی تو نیست؟ یعنی باور کنم که هوای داماد شدن به سر تو هست؟ تو که انگار دیر باور نبودی بابا. شکرت خدایا، صد هزار مرتبه شکرت. هاشم من میخواد سر و سامون بگیره. خدایا شکرت. من گفتم تو از شور و شر افتادی و انقدر تو خودتی، پس بی خود نبود. خب این کیه؟ این کیه که تونسته هاشم و خونه نشین و سر به راه بکنه؟ هول نشو بابا، حالا نمیتونم بهت بگم، به موقعش همه چی رو میفهمی. شکرت خدا شکرت. اگه اون هرز علی رو از من گرفت، تو هاشم رو به من پس دادی. پس دادی. Thank you.
عشق آتش موندن با تو تو دلم بیشه دوونده چشم من مرگ دلم رو از توی چشم تو خونده آسمون بگیره توی دشت پشت سینم عشق پاکت نمیمیره چرا با این عشره اومدی اینجا؟ چرا خونه نایمدی؟ تو قرار نبود که کار بکنی که کارگری اصلا بهت نمیاد عیبی نداره تاهر عادت میکنی مثل تو که عادت کرده بودی نفهمیدم عادت چیه؟ من تو نمیخوای با ما بیای نه تاهر من نمیتونم بیام باز چی؟ من تو این چند روز چی عوض شده؟ خیلی چیزا من میخوام زن بگیرم تاهر زن بگیری؟ کیا؟ من میشناسم دختر خانه ده بالا آره اون تو خونه منه ولی نمیخوام کسی اینو بفهمه همون روزی که راجب اونو باباش ازم پرسیدی فهمیدم باز یه خبری باشه ولی من تو قرار داشتیم آشه قبل از اینکه تو کسی رو داشته باشی چرا نمیفهمی تاهر من میخوام سر سامون بگیرم دیگه هرچی خونه بدوشی و بدبختی کشیدم بسه تو هم همینطور تو هم نباید دوباره خودتو آواره کو کمر بکنی اگه بخوای یه کاری بکنه هیچی جلو دارد نیست حالا منم باید برم
خستگی درد ندارم. اگه تو بیای پشتمو لغت کنی چرا در میره؟ مگه حالا دارم چی کار میکنم؟ گه تو اینجایی؟ ای بابا من خیال کردم داری غذا میپذی. قربون پات یه کمی برو پایین تر. راستی هیچ خبر داری؟ از چی؟ قرار شده واسه امامزاده اینجا یه زریح بیارم. خب الحمدلله مردم اینجا خیلی وقت آرزوشو دارن. اقلا دیگه به خاطر نداشتنش کسی رو نمیکشن. اگه منظورت اون زنی کس که خونشو آتیش زدن، بی خود نمیخواد قصه بخوری. بعضی ها مستحق مردن. من چطور؟ خب معلومه تو مستحق خوردنی. پاش برو تو مالا برو. بذار بیام تو بدنت میگم. آتفن یکم پارچه با اون دواگونی رو بردی بیار. نه ترس غریبه نیست، زود باش. دختر خانه؟ آره خودشه. خوب دست پاده جمع جور کرده. ببینم تاهر زخم گوله هست. آره ولی گوله توش نمونده. ناراحت نباش آتفه، این رفیق ما دهنش خیلی قرصه، زود باش. زخمشو بشور تا منم مرهم درست کنم. تو که هنو بایستادی؟ بهتون کجا بودی تاهر؟ موضوع چیه؟ تو همراه که پدر ایشون بودی رفته بودین دنبال یه لقمه نان، ولی انگار خود خانم ها گشته تر بود. تا پامونو گذاشتیم اونجا این عجل ریختن دور ورمو. خود خانم بود. نمیخوای حال پدرت بپرسی خانم؟ این از پدرش دل خوشی نداره. چی داری میگی؟ خودت که میدونی. آره میدونم، حقم داره. کدوم زن جوان و نجیبی میتونه با یه پیر مرد دم مرد بسازه؟ خب هستن زنایی که سرشون یه جا بنده با پاشون یه جای دیگه، ولی ایشون نمیتونه اونا باشه. اونا واسهشون فرق نمیکنه. همونطور که رنگ به رنگ لباس عوض میکنن، مردشون هم عوض میکنن. این سرد، این مادیون، این هر ماده دیگه ای که تو چشمشون به یه نر میفته زوزه میکشه و واسهشون دم تکون میده. خب اینجور زنها ذاتن ارزن، هیچ کارشم نمیشه کرد. داری هزیون میگی تاهه؟ چته؟ نکنه یاد عشق سابقت افتادی؟ تو که به همه میگفتی اون آدم صاف و صادقی بوده. از زخمی که حالا خوردم فهمیدم کور خونده بودم. حالا دیگه باورم شد اون یه سگه همه جا به خواب بوده. نه بابا انگار راست راستی داری از یوم میکی. دیگه بسته، دست درد نکن. یک هم میسوزه ولی باید طاقت بیاری. خب تاهر تو که اینجا هستی ها؟ من زور بر میکردم. نه دیگه تا برگردی من رفتم. به کجا میخوای بری؟ یکی دو روز اینجا بمون بنیاد جا بیاد. بعد واسه آوارگی دیر نمیشه. خب تا ببینیم چی پیش میاد. حتما بمون. آره حتما بمون. میخوام زور باهات یکم حرف بزنم. شاید واسه بعد از اینت یه راهی بهتر از گول خوردن پیدا کردی.
خب دیگه من میرم. واسه طاهر بهت سفارش نمی کنم و اون اینه و دعاش منه. بی جلو دیره جلو تو خجالت بکشه، نمیدونه فردا وقتی عروسی کردیم تو هر روز پیش ما هستی. خب دیگه تا صاحب مده از گشتگی نمورده من رفتم. خداحافظ. خداحافظ. وایسا چجوری تو چشم نگاه میکنی؟ بی خود واسه من آبگونه نگیر، هنوز واسه من دیگه رنگ نداره. داشم بر نگشته واسه اینجا داریم، اونو بگو چه الان خیال میکنه یه حوریه بهشتی به توزه بره. اون بهتر از تو، هر کسی دیگه منو میشناسه. قفشا بهتر میشناسه. اون میدونه که تو جای دختر خان یه کثافت هرزهی که تانه با ست آدم جور باشی خمیدی؟ اونی هیچ وقت مثل یه هرزه رو من حساب نکرده. تا الان هیچ کس به اندازه اون به من احترام نداشته. اون هیچ وقت مثل تو نخواسته که روزی صد دفعه زیر گوشش داد بزنم که من یه حرزم. من همه چیزمو به اون مدیونم. من واسه اون عزت دارم. تو واسه همه عزت داری، مخصوصا واسه بچه های مشرایی. سر علیرام همین عزت گذاشتن رو به تو خورد. دارم میخواست همین دیشب پتر رو میریختم رو هم تا جلوی چشمای خودم قیمت قیمت بکنه. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ مگه هاشم پسر مشرایینه؟ اکیه؟ بله اون پسر مشرایمه. اون واسه همه قصه هم خورده. اگه تو زنده بودی خودش سر خونی تو مینداخت تو بغل باباش. حالا چی؟ هنوزم میخوای اینجا بمونی؟ به یا الله بساطه تو جمع کن بری. آخه چجوری؟ هر روز روشن که من نمیتونم دنبال تو را بیفتم از اینجا بیام بیرون. خب چادر سرتون. من اینجا چادرم کجا بود؟ اونه یه علکی نیا. بگو میخوام بمونم یه دفعه دیگه را شما ببینم. طرف های گروه میای پشت خونه دم نهرا. من رفقه هم میای میبریم. میخوام یه چیزی رم بدونی. تو من رو چه بخوای چه نخوای، چه ازم خوشت بیاد چه بدت بیاد، ساقت فقط مال منی. هر کسی دیگه هم رو حرف داشته باشه با من طرفه. حتی هاشم. طاهر با اون حالش گذاشت و رفت ها. خب خلاصه یه روز خسته میشه و برمیکرده. آخه اون یه روزی خاطرخواه بوده، خاطرخواه همون زنه که خونش رو آتیش زدن و سوزوندنش. واسه همینم هم هست که یه جا بر نمیشه. نه بیرم که یارم خسته بود. چه تو همین اتفاقی افتاده؟ نمیتونم از تو جداشم. به خدا نمیتونم از تو جداشم. چی ته عاطفه؟ چی شده؟ مگه کی میخواد تو رو از من جدا کنه؟ بیا از اینجا بریم هاشم. بریم یه جایی که هیچ کس ما رو نشناسه. یه جایی که کسی کاری به کارمون نداشته باشه و بتونیم راحت زندگی کنیم. خواهش میکنم از اینجا بریم هاشم. من دیگه نمیتونم تحمل کنم. دیگه نمیتونم. آخه چرا؟ مگه چی؟ یهو چه اتفاق اینطوری طاقتت رو تاخ کرده؟ آخه امروز وقتی تو نبودی چند نفر من میرسیدن. اونا حسن به پدرم خبر میدن. موسیقی
از اینجا میری همین امروز. من همیه رو بر میکردم. یادی که پدر لا اله الا الله. یه خود تو اون طرف. آخه صلات ظهری کجا داری؟ بیادی که پدر لا اله الا الله. یه خود تو اون طرف. آخه صلات ظهری کجا داری منو میبری؟ میخوام یه کار خیر بکنی پدر. گوش کن، یا همه یه موضوع رو برام میگی یا من از همینجا برمیگردم. دختر خانه ده بالا رو که میشناسی؟ آره میشناسم. خب اون تو خونه منه، میخوام الان بریم و اونو برام عقدش کنی. عقدش کنم؟ آخه چرا اون؟ این و اونشو دیگه باید من بپسندم. پس خان چی؟ اون هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اینو هاشم 5 سال پیش داره بهت میگه. بیا پدر. در واس کن عاطفه. بیا تو دیگه کفشتو نمیخواد بکنی. چرا؟ مگه اینجا خونه مسلمون نیست؟ این کی آوردی هاش؟ عاقده عروس خانم. بیا تو پدر. مگه نگفتم اون دختر خانه؟ اون شیطونه. شیطونه هدف. اینجا بری دیگه چی؟ بازم بگو بگو. من مجبور بودم هاشم، من مجبور بودم بهت دروغ بگم. آره حالا خوب فهمیدم چجوری تو هاشو بیچارمو دهکش کردی از پا درش آوردی. خودکشی علی به من مربوط نیست هاشم، اقلا تو اینو باور کن.
من هیچی رو باور نمی کنم. هیچی نمیتونست اون از پادر بیاره. این فقط از تو ساخته بود. اون واسه یه چیز دیگه خودشو کشت. اینو فقط من میدونم. چی؟ چی غیر از خوشخط خالی و هرزگی تو تونست اونو بکشه؟ بگو چی؟ اون یه مرد سالم نبود. اون نمیتونست از یه زن لذت ببره. واسه همینم خودشو کشت. بگو چه داشت من هیچیش نبوده. بگو. آره دروغ میگم. بیا بیا منو بکش. راحتم کن. بیا سرمو ببر و واسه پدر تو اهل دل پیشکش ببر. ولی بذار یه چیز رو اقلا بهت بگم. من اگه هرزه شدم، اگه هر جایی شدم، همش تقصیر همین مردم و همین خراب شده بوده. من مگه کیو داشتم که راه از بیراه بهم نشون بده؟ مادرم یه هرزه خونه خان بود. 13 سالم بود که خان میخواست به من تجاوز کنه. خان از سرخی لب من خوشش اومد و خواست یه شبشو با من بگذرونه. تو فکر میکنی اون شب من چی خیال کردم؟ خیال کردم که اون پدرمه و داره منو میبره که یه شب پیش خودش بخوابونه. حتی اون شب عروسک من با خودم برده بودم. آره من تو کثافت بزرگ شدم، تو کثافت. حالا خیال میکنی اگه تو خواهر داشتی و جای من بود مثل من یک هرزه نمیشد؟ من میخوام یه چیز دیگه هم بهت بگم. من هیچ وقت به اندازه این چند روزه که با تو بودم ظاهر و باطن و دست و دلم یکی نبود. اینو باور کن هاشه. اونو کشتی؟ مردمو چرا اینجا جمع کردی پدر؟ معنی این کارا چیه؟ اینا اومدن ببینن چجوری تقاصد داداشه تو خود اونا رو از اون زن هرزه میگیری. حالا بهشون بگو که اونو کشتی. بهتره مردم از اینجا جمع کنی بری بابا. اون زن تو دست ماست. بعدا هر کاری بخوای میتونیم بکنی. تو چی داری میگی؟ نکنه اون حرومزاده تو رم جادو کرده باشه. اون نباید بیشتر از این زنده بمونه. اگه میدونی دست دلشو نداری واگذار کن به خود اینا. اونا خودشون میدونن چی کار کنن. خودکشی علی به اون مربوط نبوده پدر. اینی هم که همین الان اونو سر به نیستش کنه این هیچی رو درست نمی کنه. پس اون تورم جادو کرده. اون تورم داره از من میگیره. برین اون زنو بکشین. اون نباید دیگه زنده بمونه. بایستین اگه قدم از قدم وردارین به روح دعاشم علی پشیمونتون میکنم. حالا یه مدت یکی تفنگ من داره خاک میخوره و کسی منو رو گرده اسب ندیده. یه کاری نکنین که این دفعه خواب و راحتی رو از تک تک خود شماها بگیرم. بساطتون رو جمع کنین از اینجا بزنین به چاک. به حرف اون گوش نکنید. اون زن هاشم رو جادو کرده همونطور که علی رو جادو کرده بود. به این شر اون رو از سر این دکم بکنید. یالله Thank you.
خدایا زمین از خون هر دوشون رنگین کن، حتی هاشم. الهی آمین. که بودین فقط مارای دوزی رو میاردین اینجا، یاد اسمت کجاست؟ اونجاست. فکر میکردم اگه اسمت رو بشناسی میکشیش، ولی انگار به خاطر اون با پدرت و مردمم در افتادی. چون مرگ علی به اون مربوط نبود. دارم چیکار میکنم؟ فلش کن. گفتم بس راحت باشه. دلم نمیخواست پسر بزرگی مشرین به خاطر اسمت سرشو به باد بده. خود اسمتم گفته بودم هر کی روش نظر داشته باشه گور خودش رو چند. ولی من و تو رفیقیم طاهر. دوزای سرگردنه هیچ وقت نمیتونم با هم رفیق باشم. باید اینه میدرستی. باشه فا بگیر. وایسا طاهر. تو این چند ساعته که اسمتو شناختم، با اینکه از چشم بیشتر میخوامش، یه دفعه حتی به سرم نزده بود که اونو از تو بگیرم. شاید هم اصلا میذاشتم و میرفتم، چون خیال میکردم دوزای سرگردنم میتونن با هم رفیق باشن. مشرحیم زری، مشرحیم زری رو دارم میارن. زری؟ آره مشرحیم الان تو راهه، دارم با کاروان حاج عبدالله میارنش. میگن یه عرابه چار اسبونه میکشه و ده دوازده نفرم مواظب بشن. خدایا شکرت، شکر. Thank you.
اون زن رو از اینجا بیرون کردیم. حالا دیگه اون ذریح رو به دست خودت میسپرم. خودت باعث و بانی خیر هستی. ای خدا. چی میخوان؟ وقتی مسلمون نیستن زری به چه دردشون میخوره؟ من که سر در نمیارم جون تو. به ما مربوط نیست اونا با زری چی کار دارن. پول میدهم ما واسهشون میدوزیم. عشق نمیتونه از کار این خارجی ها سر در بیاره. همین چند روز پیش که شما واسه 4 تا قالیپاره و 2 تا سرقیون کلی پول به ننه بعضی ها میگن اونا گوشت خرچنگ قورباغه میخورن. آره راست میگن. آبا هرچی از چشکوشن خوب وا کنین که زری رو سالم در ببرین. من میترسم اگه مشاهیم بفهمه این خارجه یه همچی پولی بالای زری میدن خودش بره معامله بکنه. سلام، رفیقم الان از علی آباد اومده. رفته بود واسه ما یه خود چیز میز بخره. آخه اون خیلی مهمون دوسته. خب چه خبر؟ رفیقم میگه همه جا حرف شما ها رو میزنن، انگار از شما خیلی دل خورن. دیگه چشم دیدنتون رو ندارن. اگه دستشون بهتون برسه خونتون رو تو شیشه میکنن. میگن مشرعیم هم دائم زبون گرفته و نفرین میکنه. نمیدونم چی از جین شما ها میخوان. دیگه چیزی لازم نه نداری؟ نه دستی درد نکن. که خونم آتیش زدن مرده بودم تا اقلا زندگی تو رو به هم نمیریختم. پس تو چته؟ چرا دائم بغ کردی و همش تو فکری؟ باشه من میفهمم تو داری از یه چیزی عذاب میکشی. هیچی نیست. آه چرا هست؟ آره عمری که هست هیچ وقت هم نتونستم ازش فرار کنم. اون موقع که بچه بودم، حتی اون موقع که جوان بودم و سر گردنه ها رو میبستم، همیشه دلم میخواست یک کاری بکنم، یک کار خوب، کاری که مردم خوششون بیاد و دوستم داشته باشم. این قهرمانای قصه. ولی هیچ وقت اینطوری نبود. نه اون موقع که بچه بودم، نه اون موقع که جوان بودم. حالا که به قول جعفر مردم اینقدر ازم بدشون اومده که میخوان خونمو تو شیشه کنن، اینا اون چیزی نیست که یه عمر حسرتشو داشتم.
تا زور حتما زریحو میرسونم. حالا هر کی آرزو داره دستش به اون زریح برسه به جمال محمد صلوات. زریح و نیموردن بهشون حمله کردن و اما رو کشت. نفهمیدی اونا کی بودن؟ اسمتم بود؟ به حرف بزن. اونا همه رو کشتن. خب اما رو خب زریح چی شد؟ زریح بردن. ببینم هاشم و اسمتم بودن اونا هم بودن. حرف بزن. زری گفتم هاشم و اسمتم بودن. حرف بزن. اونم بودن. اونا میگن مشرحیم داره دق میکنه. تمام علی آباد عزادار شدن. بیچارا واسه اون زری خیلی نقشه داشتم. که گفتی دست گل طاهره ها؟ آره ولی گفتم که علی آبادی ها خیال میکنن شما و اسمت هم دست داشتین. واسه همینم هم قسم شدن تا خونه هر سهتون رو نهریزن راحت نشینن. من زری رو بر میکردونم همین فردا. یالا سود باش بیا بگیرش.
طاهر کجاست؟ من نمیدونم. آفر کجاست؟ از اون طرف رفتم. اینجا تو بده من یارا سود باش بیا بگرش طاهر کجاست؟ من نمیدونم. آفر کجاست؟ از اون طرف رفتم. طاهر خوب گوشاتو وا کن، اگه چونه تا دوست داری تفنگتو بندازم این، به اونام بگو تفنگاشونو بندازن. مردم بگین که منم باهاتون بودم. Thank you.
میشد. یه روزی میمیرم یه آدم بدونه، یه روزی میمیره، خیلی از کارا رو نمی کنه. بهم گفتن نهستی که یواش یواش داره خودم هم باورم میشه. نمیدونم، شایدم راست رسی بیزرک بودن امامزاده تقصیر منه. من همیشه چه اون موقعی که بچه بودم، چه اون موقعی که جوان بودم و سر گردنه ها رو میبستم، همیشه دارم میخواست یک کاری بکنم، یه کار خوب، یه کاری که مردم خوششون بیاد و دوستم داشته باشم، این قهرمانای قصه ها.